تا این جنبش مشروطه اومدیم و گفتم که جنبش مشروطه دینامیزمش و انرژیش و به خصوص اون به اصطلاح جوششش از پایین و اون رنگ چپی که چپ به معنی عدالت خواهی اجتماعی دارم میگم که توش وجود داشت رو از نفوذ ایده های سوسیال دموکراتیک از اروپا یا از کسانی که اروپا درس خونده اروپای غربی درس خونده بودن که اونها خیلی زیاد شده بودن دیگه اینا نبود اساسا از انرژیش از بخش وسیعی از توده کارگری میگرفت که از قفقاز تو قفقاز کار میکردن و روشنفکران و کل حرکت اجتماعی که حول این به اصطلاح از اون از حرکت طبقه کارگر روسیه داشت نشأت میگرفت و حزب سوسیال دموکرات روسیه طبعا توش نفوذ زیاد داشت تو اون وقت نفوذ داشت هم از منشویکشون یا بولشویکشون تا اونجایی که اگه اشتباه نکنم فرض کنین ارمنیا بخش عمدهشون منشویک بودن در حالی که خیلی فعال بودن توی انقلاب مشروطه ایران و بالاخره کل مجاهدینی که اون سازمان دادن جنگ و چه تو انزلی چه توی تبریز و دخالت کردن و نیرو بسیج کردن و آژیتاسیون کردن و حتی آژیتاسیون هایی کردن که زمین ها را بعضن تو اطراف تبریز و مراغه اینا تقسیم کردن تا اونجایی که دهقان ها رو میگفتن چیز بکنین زمین ها رو تقسیم بکنین و به حال یه حرکتی به وجود آوردن و بعدن اون انرژی که منتقل شد به یه تحرک توده‌ای مس موبیلیزیشن اونی که تو اصطلاح انگلیس میگن و تشکیل انجمن و اینا اساساً از اون ور انرژیشو میگرفت و رنگ و بوش از اون ور میگرفت بدون اینکه منظور این باشه به لحاظ ایدئولوژیک خیلی نعل به نعل مثل اونا بودن. به هر حال یه کل جنبش مشروطه جنبش اعتراض بورژوایی بود که تو جامعه رخ داد منتها همراه خودش طبقه کارگر و نوع رادیکالیسم و میلیتانسی توده پایین کارگر هم وارد میدون کرد و همراه خودش و این انجمنا که تشکیل شدن و مسلح شدن و بعد مخصوصا که رژیم سلطنت رو شکستن به قدرت البته بعدن به تدریج وقتی معلوم شد که خطری اوضاع به تدریج قوانین و ملاکا و زمیندار و اینا هم ملحق شدن به جنبش مشروطه من جمله همون سپهسالار فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تونه کابونیه که این اصلا خیلی نزدیک بود به شاه ولی بزرگترین زمیندار فکر کنم ایران هم بود اون وقت که این ملحق شد به مشروطه و خیلی دیگه کمر رژیم به اصطلاح دیگه محمد علی شاه رو شکست ولی به هر حال این پدیده اتفاق افتاد و چپ هم تو این پروسس چپ متولد میشه نه تنها چپ متولد میشه بلکه کلن ایده های ناسیونالیستی متولد میشن چون خود انقلاب مشروطه فقط یه انقلاب ضد فئودالی نیست یه انقلابیه که میخواد به اصطلاح سلطه خارجی رو هم عقب بزنه سلطه خارجی رو عقب بزنه اساسا روس و انگلیس که میگن دربار مثلا بدون چیز در مقابلشون بدون اختیار در مقابلشون مبارزه با به اصطلاح نفوذ بیگانه خودش میشه یه چیزی که میشه محمل جمع شدن و اون هویت ایرانی رو دوباره باد زدن و اینکه ما ایرانی هستیم چرا بیگانگان میان به ما حکومت میکنن بالاخره پرچمی میشه ایدئولوژی میشه ایدئولوژی که هست قبلش هم هست ولی بالاخره توسط بخش وسیع‌تری از جامعه مورد استقبال قرار میگیره و ایرانیگری خودش میشه یه مقوله ای که مثلا فرض کن توی مشروطه تبریز مشهوره که میگن که یکی از این روساک مثلا یکی از این مشروط خواه رو میگیرن تون کشتاری که تو تبریز میکنن مشروط خواه فکر کنم چیز بوده ترک مشهوری هم هست از خودش تبریزی بوده میگیرنش وقتی به زور میبرنش دارش بزنن زارن آدم بزرگی بوده 6-7 دار بار میزنش به دار هی تراب دار پاره میشه آدم درشتی بوده منتها 6-7 بار که میزنش به دار هر دفعش باز داد میزنه زنده باد ایران مرگ بر بیگانگان ما افتخار میکنیم ایرانی هستیم خون ما شجره این پدیده رو ندارین قبلش ممالک محروسه اموال تیول شاه ایرونه این هویت ملی این هویتی که ما ایرونی هستیم مرگ بر خارجی مرگ بر روسا مرگ بر انگلیس به این شکلش به صورت که تیپیک ایدئولوژی بورژوازی همراه این پدیده همراه این انقلابه که زاده میشه و همراه این انقلابه که رشد میکنه و میاد جلو و اتفاقا درست بعد از انقلابه که
شروع میکنه بین این ناسیونالیسم ایرانی که هم به منفعت خودش به اصطلاح یه رگه ناسیونالیسم ناسیونالیسم ایرانیه که توش خودش رگای مختلفی داره، رگه عظمت طلب داره که ایرانی ایرانی و چیزی که اصلا ایران باید به سرعت خودشو برسونه به اروپا، که مثل تو روسیه هم بوده دیگه، تو همه این کشورها بورژوازی که وقتی متولد میشه و میخواد چیز بکنه، صنعتی بکنه، نمیدونم بازار رو باز کنه، فئودالیسم بزنه کنار، اینا کلن یه همچی پدیده به وجود میاد، ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی متولد میشه همزمان و ناسیونالیسم به یه معنی رفرمیستر و جسترش هست و همینطور ایده های چپتر و همه اینا، ایده های چپتری که حالا بعد اشاره میکنم، یه شکاف میندازه توی هم جنبش مشروطی، شکاف میندازه که بلافاصله وقتی دولت به قدرت میرسه بعد از شکست محمد علی شاه، خود هیئت حاکمش تلاش میکنه برای اینکه مردم رو خل اصلاح کنه، نظم برگردونه به اصطلاح، و خود خل اصلاح کردن اینا، زدن رادیکالیزمشون، که دیگه وقتی محمد علی شاه فرار میکنه دیگه هم انگلیسی ها هم روسا میان به کمک دولت برای اینکه رادیکالیزم رو بزنن، برای اینکه اون به اصطلاح شور انقلابی رو که همیشه بعد از هر انقلابی هست سرکوب بکنن و عقب بزنن. و به هر حال این اتفاقا میفته تو خود این، علاوه بر اینکه تو خود مدافعین مشروطه و انجمنها و مجاهدین و اینا بعد از پیروزی دیگه شاخه شاخه مختلف میشن، تو خود چپ و فرقه اجتماعیون عامیون هم خودش شروع میکنه به تجزیه شدن. از خود مثلا این، البته این تجزیه دیگه معلومه از 1907 یه برنامه هفته فکر کنم اگه اشتباه نکنم 1907 که برنامه مشهدشون رو به اصطلاح یه برنامه تو مشهد تصویب میکنن به اسم برنامه مشهد مشهوره تو اونجا چیز میکنن، عملاً انقلاب و انقلاب اینا رو میذارن کنار. اولا تو برنامهشون کار کردن تو چارچوب حکومت پارلمانی و رأی آوردن و این، مثلا میگن که ما اینجوری کار میکنیم تا وقتی که به امید خدا مردم عقب مونده ایران آگاه بشن بعد بشه کاری کرد، ولی فعلا چیز فعلا اینجوری کار میکنیم. و این شروع میکنه این چیز پیدا شدن، این شکاف پیدا شدن که به اصطلاح یه دی میرن روی این خط. همزمان همون سال هست اگه اشتباه نکنم اولین روزنامه های کارگری شروع میکنه دیگه مستقیما در اومدن، یعنی تا اون وقت روزنامه به اسم برای کارگران در نمیاد، اولین روزنامه کارگری در میاد 1910 که روزنامه اتفاق کارگر شروع میکنه تو تهران چاپ شدن، که دیگه رو میکنه به اصطلاح به طور اخص دیگه این طبقه رو جدا میکنه از بقیه، شروع میکنه مسائل اینا مشغول شدن. اتحادیه کارگری شروع میکنه شکل گرفتن، اتحادیه کارگران چاپ اولین اتحادیه که شکل میگیره، اتحادیه کارگران چاپ همون سال هست 1909 بین فاصله 1908-1910 بعد از چیز. و اینا برها شروع میکنه یه رنگ به اصطلاح کارگری، از یه طرف رنگ کارگری میزنه بیرون حالا که اوضاع یه درجه مستقر شده، از یه طرف رنگ بورژوایی که منفعت خودشو درست میشناسه بیشتر آگاه شده بهش، و اینا میزنه به این انشقاق به وجود میاد دیر زودی انشقاق به وجود میاد توی جنبش مشروطه. یه شکافش که تحت تاثیر به اصطلاح دیگه این سالای بعدیشه، من یه کمی از روش رد میشم، این فاصله یه حزب دیگه هم درست میشه، حزب دموکرات ایران، که اونم به اصطلاح یه انشقاقی از این ماجرا، ولی به هر حال خیلی پایدار نمیمونن. منتها شکافیه که دیگه تو بعد از انقلاب روسیه، به خصوص انقلاب روسیه وقتی اتفاق میفته، دیگه فضای همون چپی که فضای چپی که تو ایران تحت تاثیر به هر حال اتفاقات روسیه بوده، گفتم مثلا انرژیشو از اونجا می آورد و ایده هاش از اونجا می گرفت، اینکه روسا چیکار کردن، کارگرای روسی چیکار کردن، تزار چیکارش کردن، از این داستانا اینجوری انرژیشو از اونجا می گرفت، به صورت تحت تاثیر حزب بولشویک بود و به صورت مثلا تو کمینترن به رفاسته تو اولین کنگره‌های کمینترن از اولش ایرانی‌ها شرکت کردن که وجود بودن سلطان زاده بود، بعد کسای دیگه شرکت کردن، تزای اومد و عملا اون شاخه‌ای که به اصطلاح اون چیزی که از فرقه اجتماعیون عامیون مونده بود و بخشای دیگه‌ای که تازه دوباره از قفقاز دوباره اومدن، ایرانیایی که اونجا ساکن شده بودن سال‌ها، مثلا همین خانواده حیدر عموقی اینا اونجا، خودش فکر کنم متولد اگه اشتباه نکنم سلماسه ولی